شلیک 3 راکت از جنوب لبنان به سوی اسرائیل. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، به محل اصابت این راکت ها رفت با پیامی برای جمهوری اسلامی. لبنان مانند هر کشوری که ایران در اون به استقرار نیروهای نظامی پرداخته در حال فروپاشیه. علی خامنه‌ای و حسن نصرالله مردم لبنان رو به خاطر منافع ایران به گروگان گرفتن. این مایه تأسفه، ولی ما اجازه نخواهیم داد وضعیت لبنان به اسرائیل کشیده بشه. هر کس بخواد به ما ضربه بزنه پاسخ دردناکی خواهد گرفت. این در حالی است که پنجشنبه گذشته سعد حریری، سیاستمدار سنی مذهب و نخست وزیر سابق لبنان، پس از چند ماه از تلاش برای تشکیل یک دولت جدید استعفا داد، به دلیل اینکه نتوانست بر سر انتخاب اعضای دولت با میشل اون، رئیس جمهور مسیحی این کشور، و از متحدان حزب الله لبنان به توافق برسد. سپس طرفداران حریری در اعتراض به خیابان‌ها رفتند و با ارتش لبنان درگیر شدند. ما انتظار داشتیم رئیس جمهور امروز لیست وزرای پیشنهادی حریری رو تایید کنه، اما رئیس جمهور نمیخواد این کارو بکنه. اون نمیخواد کابینه تشکیل شه و نه سعد حریری رو میخواد. خیلی خوب، شما سعد حریری رو نمیخواید، ولی ما لبنان رو میخواییم. یک دلار شده 23,000 لیره لبنان. کار لبنان تمومه. ذخایر ارزی لبنان رو به پایان است و بیش از نیمی از جمعیت این کشور در فقر زندگی میکنند. خاموشی های بلند مدت، صفهای طولانی ماشین ها برای دریافت سوخت و اعتصاب کارکنان داروخانه ها به دلیل کمبود دارو. کشوری مواجه با آنچه بانک جهانی یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی جهان از سال 1850 میلادی توصیف کرده. با این اوصاف روز سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نامه خطاب به کنگره این کشور از تمدید حالت اضطراری در قبال لبنان خبر داد. او در این نامه ادامه انتقال سلاح‌های ایرانی به حزب الله لبنان را عامل تضعیف حق حاکمیت لبنان و متعاقباً بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه و تهدیدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا توصیف کرد. این حالت اضطراری از سال 2007 میلادی هر سال از سوی رؤسای جمهور آمریکا تمدید می شود و امکان تحریم افرادی که به دنبال تضعیف دموکراسی در لبنان، نقض حاکمیت قانون و به کارگیری خشونت سیاسی هستند را فراهم می کند. سالها دخالت ایران در امور داخلی لبنان و حمایت از حزب الله حالا این کشور را در معرض فروپاشی سیاسی و اقتصادی قرار داده. کشوری که حدود یک سال است نخست وزیر ندارد و مردمش برای برطرف کردن نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.